خب با سلام و احترام به همه عزیزان، مخصوصا پرواز عزیز که این همه زحمت میکشه، همینطور به آقای دکتر سیروس بینا. من متاسفانه چون بحث رو از اول گوش نکردم نمیتونستم هم سوالی داشته باشم، ولی کلا نظرم راجع به این بحران میتونم بدم. شاید حالا بخشایش تو صحبت ایشون بوده باشه یا همش یا اصلا نبوده باشه. به نظر من مارکس صحبتی که در رابطه با مناسبات سرمایه داری میکنه، یعنی اونجایی که میگه که گویا این سیستم بلا انقطاع باید تولید بکنه تا بتونه سرپا بمونه، دقیقا اون دیالکتیک و کارکرد این سیستم رو بیان میکنه. یعنی اگه سیستم سرمایه داری نتونه و انقلابی مرتب نیروی مولده رو رشد بده و باز تولید بکنه، این سیستم کارکرد خودش از دست میده. بعضا دیده میشه که اقتصاددان ها نیروی مولده رو منحصر میکنن به یک یا دو بخش و بخش اصلی نیروی مولده، یعنی نیروی کار انسانی رو فراموش میکنن، یعنی نیروی مولده رو مربوطش میکنن به تکنولوژی و موضوع کار و نیروی کار که مرکز اصلی نیروی مولده است این رو به باد فراموشی می‌ذارن. ما می‌دونیم که سرمایه‌داری اصولاً از قرون 16 تا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این یک واقعیته که چون دوران لیبرال و شکوفایی سرمایه‌داری بود میتونست بحران‌های خودش رو پشت سر بذاره و هر بار با نیروی تازه‌تر بسط بیاد، طرح بشه، مطرح بشه، دوباره زنده بشه، خودش رو باز تولید بکنه. ولی با انحصاری شدن سرمایه‌ها تو تمام بخش‌های صنعتی، تجاری، بانکی و حمل و نقل و غیر و زالک، این دوران به پایان رسیده. یعنی دورانی که سرمایه‌داری میتونست از بحران‌های دوره‌ای خودش استفاده بکنه و با نیروی جدیدی وارد بشه، این دوران تموم شده و دوران بحران‌های ساختاری آغاز شد. که تو این بحران‌های ساختاری مخصوصاً بحران سال‌های 1929 تا 33 که بالاخره تئوری آقای مینارد کینز که تا همین اواخر تونست با سوبسید هایی که دولت به صنعت میداد رابطه بین ارزش و قیمت رو تا حدودی تنظیم بکنه و قدرت رقابت سرمایه های انحصاری بین المللی رو قاره های مختلف رو تامین بکنه. ولی همونطور که آقای سیروس بینا هم تو صحبتاشون اشاره کرد، بعد از شکست عملاً اقتصاد بانکی که از طریق اون برتن بوتسی که سال 1944 تو آمریکا قرار گذاشته شد که ارز پول بین المللی دلار باشه و پشتوانش طلایی باشه، که بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکا در بانک مرکزیش چیز میذارن، بعد از شکست اون تو سال 70 به 71 به دست
آقای نیکسون، بله بله دست آقای نیکسون و وزیر اقتصادش آقای کلنی، ما شاهد این هستیم که به طور سیستماتیک سرمایه‌داری برای اینکه سرمایه رو انباشت بکنه با تحمیل جنگ ها که ما حالا در آینده اگه طبقه کارگر نتونه خودش رو سازماندهی بکنه، اون چیزی که آقای عزیز به درستی داره میگه، نتونه خودش رو سازماندهی کنه و در مقابل این بیسته، ما جنگ های بسیار بزرگتری رو خواهیم دید. سرمایه‌داری امروز تحت هیچ عنوانی، یعنی ما اگه به نیروی مولده، رشد نیروی مولده در جامعه سرمایه داری، مخصوصا تو این 30 سال گذشته که هیچ تکنولوژی جدیدی دیگه جایگزین نتونست بشه، یعنی بعد از اینکه دستگاه سنس اومد وارد چیز شد، دستگاه کامپیوتری و ربات ها ارزان شد و غیر و زالک و تولید به این شکل انبوهش اومد، تو 30 سال گذشته ما هیچ تکنولوژی که بتونه سرمایه داری رو نجات بده رو، نه اینکه ناتوان علم از این مسئله، ولی جا نداره براش، چون جا نداره، جای تولید نداره، جای مصرف نداره. اینا این امروز اورده جامعه جهانی رو به پرتگاه سقوط قرار داده، همینطور که ایشان تو صحبتاشون صحبت کردن، مثلا کشور خود ایالات متحده امریکا امروز دیگه صنعتی وجود نداره که حتی بخواد، ما حدودا اقتصاددانا نظرشون اینه که نزدیک به 700 تا کارخونه مثل جنرال موتور و آی بی ام لازمه که فقط بتونه سودهای به اصطلاح بانکی که دولت ایالات متحده امریکا بدهکاره این رو فقط بپردازه، یعنی اگه اینا از اینا مالیات بگیرن. به هر حال من فکر میکنم که چاره راه جهان به جز سوسیالیسم نیست و برای سوسیالیسم هم احتیاج به این هست که صدها میلیون انسان به این آگاهی برسن و در مقابل این دستگاه جهنمی که امروز هر روز بیشتر از روز پیش داره تو زندگی انسان ها دخالت میکنه، انسان ها رو به فقر و فلاکت و بدبختی و جنگ محکوم میکنه، بتونه در مقابل این بیسته. به هر حال خیلی ممنون، چون وقتم کم هست دیگه، بیشتر از این هم نمیشه صحبت کرد، چون اگه بخواد آدم یه مقداری گوشه بحث رو باز بکنه احتیاج به وقت بیشتری پیدا. خیلی ممنون پرواز عزیز، همینطور از آقای دکتر سیروس بینا و همینطور عزیزان دیگه که نظر دادن، خصوصا از رفیق بسیار گرامیم آگرای عزیز، خیلی ممنونم. میکروفون آزاد. خیلی ممنون نادری عزیز از شرکت شما در بحث. با درود و سلام به همه دوستان، بصیر عزیز خیلی خوش آمدید. سیروس جان، من میکروفون رو در اختیارتون میذارم که یک نفر در نوبت هستن، امیدیار در نوبت هستن، شما بفرمایید صحبت کنید. متشکرم از شما، تشکر میکنم از آقای نادری. من فقط خیلی کوتاه بگم، ایشون تشریف نداشتن در صحبت های من، بنابراین خب به هر حال خوب بود اگر که اون نکات هم شنیده بودن که نظر میدادن، ولی نتیجه ای که ایشون گرفتن من کاملا باش موافقم. یعنی در وهله آخر ما صحبت از سوسیالیسم میکنیم، به هر حال یک جامعه که بتونه همه رو در بر بگیره و عدالت اجتماعی داشته باشه و اساسا با استثمار انسان از انسان بیگانه باشه، این هست دیگه. ولی این مسئله که چه شد این تاریخ سرمایه‌داری شکوفایی که صحبت میشه که در اون زمانهای فرض کنید قرن 19 بوده که بهش گفته میشه که رقابت وجود داشته و این شکوفایی در رابطه با اون رقابت بوده و به هر حال این وضعیتی که بعدن هم هابسون بهش برخورد میکنه و میگه که در این دوران بعد از اواخر قرن 19 بوده در حقیقت، که میگه که الان دوران
انحصارات است و غیره، که ضمناً پایه ای میشه که بعداً جان مینارد کینز خلاصه اون پایه رو و اون پایه بزرگترین اقتصاددان به اصطلاح سوشال دموکرات بورژوازی قرن بیستم میشه. و همون دید که شکوفایی قبلا در سرمایه‌داری و حالا دیگه هیچ شکوفایی نیست، در اون دوران هابسون عرض میکنم تا دوران اونا، البته این انحصارات عظیمی رو دوربرشون میبینند، این حرفی توش نیست که اون دوران چه دورانی بوده است. پس اینجاست که در اون دوران که صحبت میکنیم، آیا مجموعه جهان هم نگاه میکنیم، چون مثلا اون فقط آمریکا و اینجور چیزا نیست، ما جهان برای اون مطرحه، ما یک جای خاص برای اون مطرح نیست، سرمایه‌داری که میگیم در عرصه یتی داریم باید صحبت میکنیم. چقدر چند درصد مردم جهان زیر سرمایه‌داری زندگی میکردند؟ اینها اساسا آیا مثلا حتی بعضی ها صحبت از این میکنن 4/5 جهان اصلا سرمایه‌داری نبوده؟ درستی به نظر من دوران مثلا تحلیل های مشخص دوران کلونیالیزم رو بکنیم، استعمار کهن رو نگاه کنیم، بر پوچولو من کار کردم تو این کارا نگاه بکنیم، دیگران خیلی کار کردن، هر تو ایرانش نگاه بکنیم، مسئله مشروطه نگاه بکنیم، قبل از مشروطه نگاه بکنیم، نمیدونم این بساط این وضعیت رو نگاه بکنیم و مقایسه کلی با این انقلاب های اون زمان رو، مثل انقلاب مشروطه، انقلاب مکزیک اون زمان، انقلاب 1905 روسیه، انقلاب 1911 دموکراتیک چین، مجموعه اینا رو نگاه بکنیم میبینیم که اون دوران هست اساسا که صحبت ازش میکنه هابسون. و بعد با فرم لنین هم بیرون میاد، خب لنین به هر حال رفرنس های زیادی به هابسون داره، و این دید مشخص میفته در چپگرایان که در این وضعیت دیگه انحصار هست و گندیدگی به اصطلاح سرمایه‌داری و امپریالیسم صحبت میشه ازش دیگه زمانه دوران گندیدگی است و مثلا مرحله انقلاب فرموله میکنند و به حال اون گونه. و با این دید هست که ما میبینیم که در همون دورانی که انقلاب روسیه هم انجام میشه و در همون دورانی هم که لنین در حیات بوده و دوران نیو اکونومیک پالیسی، دورانی که دوره سیاست جدید اقتصادی رو فرموله میکنن، لنین در رأسش نشسته، بربیانسکی اونجاست، نمیدونم تاسکی اونجاست، این افراد اونجا هستن، ستالین نشسته گوش موشا بر حال هستن، این است که میبینیم که اون رو یک جامعه سرمایه‌داری تلقی میکنن با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیشا سرمایه‌داری انواعش حتی بردهداریشو نگاه میکنن، گوش موشای همون روسیه اون زمان نگاش میکنن که وجود داره. خب وقت جای دیگری که حالا بماند، یعنی 4/5 دنیا رو حدودا بگیم سرمایه‌داری نیست، یعنی چطور سرمایه‌داری نیست در جهان ولی حالا شکوفایی بوده، حالا دیگه نیست، دیگه حالا گندیده شده. این است که سرمایه‌داری خوبه، سابقه من نگاه کنید، من صحبت از این بساط نمی کنم. خب پس بنابراین این بحث برانگیزه که ما بیام نگاه بکنیم به این مسئله و بگیم که خب تموم شده، یک. و صحبت از این که مفهوم رقابت چیست رو عرض کرده بودم، اشاره کردم اینجا یک بحث دارم یک ساعته، ولی خب در مجموعه دوره اقتصاد سیاسی رو که به همت شورای بهرنگ در تگزاس و رفاهای گرامی به اصطلاح ارنج داده شده و فرموله شده و فیلم برداری شده و اساسا و میاد بیرون، دهتاش اومده تا 21ش بیرون میاد، این بحث ها رو به ساعته اندازه من کردم که رقابت به نظر مارکس چیست، رقابت به زعم هابسون چه بوده است. حتی قبلش هم در سایت پروسه نگاه بکنید، باز دوباره اشاره کردم به صورت یک 6 قسمت در مورد امپریز صحبت میکنم، ولی فقط خلاصه عرض بخواهم بکنم در اینجا که خب در اینجا گندیدگی یک سیستمی، یک نظامی که
گندیده میشه دیگه باید بره دیگه، پیر شده دیگه، تموم شده دیگه، از بین رفته دیگه، دیگه له شده دیگه. یه بر اساس دیالکتیک هم بخواد نگاه بکنیم بهش. به این ترتیب ما میبینیم که این درست از آب در نمیاد که نگاه بکنیم، چون بعد از اون ما نگاه میکنیم میبینیم نه که شکوفایی، حالا کلمه شکوفایی ما خیلی مثل نقل‌نبات که اوقات به کار میبریم، تکنیکی باید به کار بودش، تحولات رو باید نگاه کرد، تحولات عظیم رو باید نگاه کرد و اینا رو کم نگرش نباید نگاه کرد. انجام شد. اینکه بچه رو به حالت خوبی کشونده نه هم چیزی هم نیست، این قرار نیست بچه رو به جای خوبی هم برسونه. جامعه طبقاتیه. پس ما باید این هم در نظر بگیریم، همین مسائل در نظر بگیریم، وضعیت رو ببینیم که چگونه شده است. من این است که اگر با رقابت مارکس نگاه بکنید، رقابت سنتزوار مارکس بهش نگاه بکنید، میبینیم که رقابت خیلی کم بوده در قرن 19، در قرن 20 اوایل قرن 20 خیلی کم بوده، فرم انصاعات هم وجود داشته و بعد زیادتر میشه، طوری میشه که دیگه رقابت در بطن سرمایه‌داری در هر گونه است، که باز من توش نمیرم، زیاد کردم، نمیخوام پسا وقت رو بگیرم اینجا. که این که درست مثل این است، رقابت این نیست که دو نفر مثلا کشتی میگیرن، که یکی میگه لنگش کن بغلشو، یکی دیگه هم بالاخره لنگش میکنه، ولی رقابت در بطن اونه. درست مثلا تو شما نگاه بکنید، تو فیزیک هم نگاه بکنید، که نگاه بکنید که ماده و حرکت ماده هست و حرکت به اصطلاح انرژی هست و چیزی که در حقیقت در بطن حرکت ادامش میده، فرمولش میکنه، اون بهش رقابت میگه هست. و این اگر به اون گونه نگاه کنیم، نه به حالت افواهی که رقابت منسوب شده و من به اصطلاح رسم هست و این گونه حرف میزنن همه درش، اگر به اون گونه نگاه کنیم رقابت زیادتر شده. و اگر رقابت بر پایه اون رقابت که مارکس میگه این همه تحولات انجام میشه و سرمایه‌داری به این حالت میرسه، به این حالت اینتگره میرسه، اینتگراسیون با رقابت اصلا منافاتی نداره، رقابت مارکسی صحبت میکنه. بر برای به این فرم نگاه بکنیم، میبینیم که اساسا صحبتی رو که رفیق عزیز فرمودن در مورد که 30 سال پیش هیچی، 30 سال پیش هیچ تغییر نکرد. من نمیدونم رفیق عزیز کجا بودن این 30 سال. این 30 سال خیلی مهمه که آدم نگاه بکنه که ببینه چه شده تو این 30 سال، چه شده، چه تحولی. اون رفیق عزیز صحبت میکرد، میگفت پول حالا داره دیگه از حالت این که پولو به شماره ما نمیدونم از این چیزا کناس این حرفا داره رمشه. به درستی گفت رفیق عزیز. خب حالا اینجوری شد، ببین اینا دلائلی داره، یک چارچوبایی باید داشته باشه که اینا این کار انجام میشه، باید کار کارستان شده باشه تو این تحولات عظیمه به صورت تکنولوژیک و تحولات عظیم ساختمانی و ساختاری و این گونه. و به این ترتیب اگر نگاه به مسئله بکنیم، میبینیم که اصولا وضعیت مبارزه و سازماندهی مبارزه هم ضمناً فرق میکنه. اگر با این دید نگاه بکنیم، اگر با این دید نگاه کنیم، تمام چیزا که اتفاق میفته جلو چشممون هممون میبینیم، هممون هم میگیم همینه دیگه، ها من شما هیچ چوار نمیزنیم، میبینیم دیگه آتیش گرفته همه جا، همه جا در حقیقت پولاریزه شده، همه جا قطبی شده. در نظر بگیرید که شکاف عمیق طبقاتی رو شما نگاه بکنید، به چه وضعیت اتفاق افته در تمام گوش و کنار جهان اتفاق افتاده. خب اینا هممون میدونیم که همینا رو میبینیم و ناراحتیم، حس میخوریم، درس میخوایم، لغمه از کردم میخوام دهنمون بزنیم از گلو پایین نمیره. دار میبینیم، ولی این که نتیجه چقدر رو میتونیم حداقل ما دو تا نظر اینجا در مقابل هم بگذاریم. یکیش به نظر من نظر مارکس با رقابت سنتزوار مارکس هست که این رو نگاه میکنه و در حقیقت نتایج کارش و تضادهاش رو میبینه و مسئله این که چگونه بهش برخورد بشه و مبارزه بشه باهاش و لازم ملزوم بودن همین این که شرایط عینی و شرایط ذهنی به وجود بیاد رو میبینه. عینی هست، ذهنی رو به من نشون بدید. و این مهم هست، و این مهم هست حتی تو جریانات ایران هم نگاه بکنید. حالا اشاره کوچک. خب یکی دیگه نظر این است که خب همون نظر لنین هست و نظر هابسون رو عملا نگاه بکنیم. حالا اگر شما عامل مبارزه رو بهش بزنید و اون
خلافت لنین رو بهش اضافه بکنی خب خیلی اهمیت پیدا میکنه، به اعتبار لنین دیگه چون رهبر پرولتاریا دیگه، دیگه معارض نداره که ها خب کار دقیق کرده فلان کرده فلان کرده. ولی تئوری امپریزم هم خود آپشن هم داره، ولی لنین نگاه کنید جامعه و منظم و از اون هم گرفته و ولی بعد اگر این دوران رو بر همون حالت بسازید، عرض کرده بودم منتور یا آموزگار عزیز من پل سویدی زنده یاد، خب اینجوری به همون منوال عمل کرد دیگه، به اسلام مکتب منصور بیو به همون منوال عمل کرد دیگه، به همون فرم عمل کرد دیگه، که عرض کرده بودم یک بحران ها رو هم به صورت و عدم تکافوی مصرف نگاه میکرد یا به صورت تولید زیاد نگاه میکرد، به این صورتی که مارکس عرض کردم تحلیل دادم، یعنی نگاه کردم بهش، نگاه به مارکس کردم نکرده بود و این بحران ها رو هم اینگونه ندیده بود و تکنولوژی رو هم میگفت تکنولوژی هم نشده تو مونوپولی کپیتال یا سرمایه انحصاری سال 1966 با زندیات باران خوندیم، همه رو خوندیم میدونیم دیگه. سیروس جان معذرت میخوام، من باید شما رو متوقف کنم چون چارج این با توی تلفن تموم میشه، من باید باتون با تلفن دیگه زنگ بزنم. ممکنه الو؟ بله من گوش میدم. من قطع میکنم، معذرت میخوام، با اون تلفن به شما زنگ میزنم، شما این بحثتون رو تموم کنین تا اینکه من تا دو سه دقیقه دیگه تموم میشه. اوکی، ولی اجازه بدین من باید قطع کنم چون تلفن داره قطع میشه. دوستان ببخشید یک لحظه لطفاً اجازه بدین ما این بحث رو تموم کنیم صحبتشون رو. الو بفرمایین سیروس جان، صدای منو میشنوین؟ میشنوید؟ خیلی خوب بفرمایید. مایلین اجازه بده، اجازه. خب صحبت کنیم. من جوری باید این که دو تا نظر در مقابل هم هستن، این دو تا نظر، نظر دوم رو که عرض کردم که نظر پاسوزی هم بوده، نظر سرمایه انحصاری هست در حقیقت و بر اساس امپریز و لنین، نه به صورت این که در اون زمان فقط مهم بوده چون لنین اهمیت خاص داره، در اون زمان هم درست بحث کرد به نظر من، ولی در این زمان ارائه میدن و به این ترتیب این نظر خوب هواداران بسیار زیاد داره. میگم عرض کردم منم شاگرد سوزی بودم در حقیقت دیگه، آموزگار من بوده و همه ما و نسل من در حقیقت ما زیر دو تعهدی داریم و واقعا او میکنیم به قول پرنگی ها، ولی این نادرسته به نظر من، نظر مارکس درسته و تمام این جریانات هم که عرض کردم، این گلودرسی هم که عرض کردم پول میکردم سالهای سال صحبت میکنم به این مسئله افول آمریکایی که دارم صحبت میکنم، مسئله تحول افزتشان سرمایه به معنای جامعهش که صحبت از کردم و بارها صحبت کردم رو در این چارچوب میبینم، بحران رو هم به همین فرم باید نگاه کرد، این گونه میبینم به فرم مارکس و این اهمیت خاصه خودش رو داره که ما بدانیم که این زمان زمان مارکس هست نه زمان لنین یا زمان سرمایه انحصاری. خیلی متشکرم. مرسی، خیلی ممنون، خسته نباشید. بنده سوال داشتم ولی بعد از اینکه آقای نادری گرامی صحبت کردن و همچنین آقای دکتر، بعد سوالات من یه مقدار بیشتر شد که این رو سعی میکنم در یه چند دقیقه به شکل بسته عنوان بکنم تا باتری شارژ میشه. امیدوارم آقای دکتر و آقای نادری عزیز و گرامی صحبتهای حرفای من رو بشنون. ببینید، در این که سیستم دنیا سرمایه داریه در این شکی نیست. از بحرانهای دوره‌ای صحبت میشه که بنده به این اعتقادی ندارم. اگه دقت بکنین اون بحران‌های دوره‌ای دیگه وجود نداره. چند سال پیش سرمایه‌داری علل خصوص توی اروپا، سرمایه‌داری مالی دچار بحران شد و این بحران رو در واقع به شکلی
برطرفش کردن. حالا دولت کمک کرد، از مردم پول گرفت و بالاخره این رو به یه شکلی حل کردن. ولی من در تعجبم، تعجبم اینه که ما وقتی که خودمون دچار مشکل میشیم سعی میکنیم به مارکس و لنین پناه ببریم، یعنی خودمون براش توضیحی نداریم. یعنی جامعه با این همه اندیشمند و تئوریسین و نمیدونم نخبه ها نمیتونن جوابگوی این وضعیت باشن و ما بایستی بریم از مارکس و از لنین، خیلی عذر میخوام این رو عنوان میکنم، آیه بیاریم و بر مبنای آیه های اینها ما پیش بریم. این یه واقعیتیه، نظرات لنین غلط بوده. اگه غلط نبود بخش بزرگی از دنیا به اینجا نمیکشید. یعنی اون همه بدبختی و زجر و کشته و نمیدونن تبعید و حالا تمام مسائل، بقیه مسائل اگه نگاه بکنیم، مثلا فرض کن مسئله راه رشد غیر سرمایه‌داری، این مال آقای لنین بوده. یعنی در واقع بست نظریات آقای لنین بوده در رابطه با کشورهای جهان سوم، که حالا اینا میتونن بدون اینکه از سرمایه‌داری بگذرن وارد سوسیالیسم بشن. آقای دکتر از راه حل صحبت کرد، فقط یه جا بهش اشاره کرد که سوسیالیسمه. این سوسیالیسم برای من یه معجونه. این سوسیالیسمی که شما ازش حرف میزنین چیه؟ کدومه؟ اون مبناهایی که در واقع بایستی ریخته بشه یا وجود داشته باشه، اون مبناها کدومه؟ شما از طبقه کارگر داری صحبت میکنی. توی کشورهای پیشرفته سرمایه‌دار نگاه بکنیم ببینیم این طبقه کارگر چه معجونی ازش در اومده. خیلی از کارگرها الان تکنسیان هم مایستر هم و بعضی هاشون هم در حد یه مهندس دارن کار میکنن. خب وقتی که میشینی با اینا به عنوان کارگر حرف میزنی، باشون صحبت میکنی، اصلا چنین چیزی نیستش. یعنی سیستم اصلا به طور کلی عوض شده و ایشون از دیالکتیک داره صحبت میکنه. این سیستم روز به روز داره خودش رو به روز میکنه، یعنی خودش رو داره تطبیق میده، ولی با تأسف فراوان چپای ما هنوز با مارکس هستن و لنین و این نظریات و میخوان این رو بیان بر این جامعه تطبیق بدن. این برای من واقعا مایه تأسفه. البته من نظرات دیگه هم میخونم، اندیشمندان بزرگ دیگه هم وجود دارن که دارای نظرات خاص خودشون هستن و بروزن، ولی با تأسف فراوان بایستی بگم، عنوان کنم که خیلی از عزیزان اینجوری فکر نمی کنن. یعنی فقط به مارکس و لنین و اون چیزهایی که در اون دوره در رابطه با بحران سرمایه داری، در رابطه با طبقه کارگر، در رابطه با دیکتاتوری پرولتاریا و در رابطه با سوسیالیسم و کمونیسم عنوان کردن، این براشون محکه. یعنی چیزی جز این رو قبول ندارن، هرچند میان فرمولهای جدید رو توی همین جامعه بیرون میکشن، ولی چیزی جدیدی ندارن. من عنوان کردم این سوسیالیسم برای من یعنی عدالت اجتماعی، یعنی چیز نسبی و این نسبت هم نسبت داره به میزان رشد اقتصاد، فرهنگ، سیاست در یک جامعه. یه سیستم بسته‌ای نیستش عدالت اجتماعی، بستگی به اون شرایطی داره که در اون جامعه وجود داره. امیدوارم که از وقتم نگذشته باشم، ولی به هر جهت من دوست دارم این عزیزان رو روی زمین بیارم، یعنی زمینی فکر بکنیم. از طبقه کارگر شما وقتی صحبت میکنیم، ببینید شما بیاین الان از طبقه کارگر تو ایران صحبت میکنیم،
مسئله کارگر چیه توی ایران؟ مسئله کارمند و زن و دانشجو توی ایران چیه؟ خب اینا هیچ کدوم سازمان های خودشون ندارن که بتونن از خودشون دفاع بکنن. مسئله ما در ایران استبداده. این لایه ها، این طبقات بایستی سازمان های خودشون داشته باشن که بتونن از خودشون، منافعشون و لایه‌شون دفاع بکنن. ما میاییم همدیگر رو محکوم میکنیم، اون فرصت طلبه، نمیدونم اون ریویژنیسته، اون راسته، اون چپه. یعنی ببینید این بحث ها ما رو به جایی نمیبره. مرسی، خیلی ممنون. من میکرو رها میکنم. تموم، بفرمایید. بسیار خب، ما مایلیم که موضوع بحث رو نگه داریم روی موضوع بحث و به بحثای جانبی، از بحث جانبی از دوستان میخواییم که خودداری کنن. من در اینجا چیزی نمیگم، میذارم که دکتر بینا اگر خودشون مایل هستن در این مورد صحبت کنن. دوستای عزیز، ما در حدود 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه اینجا میتونیم باشیم. کسایی که مایل هستن نوبت بگیرن این کار رو انجام بدن که دیگه اگه وقت تموم شه بعد بذاریم برای بار آینده. سیروس عزیز، شما مایل این که صحبت کنین؟ اجازه بدید یه چند لحظه ای من چند تا نکته بگم. به هر حال خیلی تعجب میکنم من واقعا خیلی تعجب کردم. من فکر میکنم دوست عزیز از یک جایی مجلسی فکر میکنم، شاید امیدوارم اشتباه بکنم، این دوام هوایی توش بوده، یه مطمئن تشریف آورده اینجا و به قول معروف ایسکار عوض کرده. فیلمی بود اون زمانهای خیلی قدیم، جری لوئیس دوبله کردن تو ایران. یک جایی بود که تلویزیون شکسته بود، یه سرش میکرد توی یک تلویزیون شکسته به قول معروف ادا در میابود و چیز میکرد، به اصطلاح اشکال عوض میکرد. این گونه شده از یه لحظه دیگه هم من احساس کردم ایشون خود من مورد استنتاق، مثلا در یک جایی نشستم و استنتاق تعبیر ثابتی هستم. چه میکنید؟ خیلی برای من مشکل هست که این رو اینجوری آدم قبول بکنه. بعد از مدت ها که توی مملکتی زندگی میکنه که میتونه حرف بزنه، میتونه ریشه ها رو پیدا کنه، میتونه در حال اصطلاح آرام نکته بگه. یک نکته خیلی مهم، حالا بگذاریم از این تعجب، من واقعا تعجب کردم بکنم با حالت اهانت، خیلی من تعجب میکنم واقعا. ولی خب این نکته رو بگم، تو کارهای علمی شما در نظر بگیرید، تو این فیزیک مثلا انشان موقعی که میرفته بخونید در بارش، من مطمئنم فیزیست های خیلی به نام تو همین جای و ایران خودمون هست، در خارج کشورمون هست، ایرانی وارد از همین مسئله. سالا من حالت آماتور تو این چیزا بسیار چیز خوندم. اینشتین موقعی که اون میگن 5 تا مقاله می نویسه در 1905 چاپ، بسیار چاپ میشه، حالا اونم داستان چاپ کردنش هم داستان زیاد داره. و اونجا وقتی نگاه میکنین به حتی کارهاش، میبینیم که رفرنساش به ماکسوله، رفرنساش به پیشینیانش هست، رفرنس های مختلفی داره که بخواد این نیروهای طبیعی رو بخواد یونیفای بکنه، به اصطلاح متحد بکنه، که بتونه بگیم به مسئله سپیس بوده و تایم یا مسئله زمان مکان بوده، از اصلا اونجا زیاران نخیر بوده یا هر دانشمند دیگری، یا هر فرد نویسنده معمولی، حتی یا آدم آکادمیک، حتی معمولی نگاه بکنید رفرنس هایی داره که از پیشینیانش میاره. شما هم خود جان مینارد کینز رو نگاه بکنید، خود کتاب به اصطلاح جنرال تیوریش رو نگاه کنید، توری عمومی شو میبینید که حالا اون حتی که میگم که از بزرگترین استادون ها در بیسته، برداشته رفرنس هایی میده به خیلی ها، هایوی کارتو رفرنس میده، به اسمیت رفرنس میده، به کسایی دیگه رفرنس میده، رفرنس هاش هست که اونجا میاد بیرون. همینجوری بلند نمیشه بگید که من چون از مادرم امروز به دنیا آمدم و نیمه بدا رفتم و تفریق کردم و مدرسه برانجور رفتم، حتی حالا من اینه میگم
کسی بیاد بگه من اینو میگم معنی نمیده، من اینو میگم یعنی چی، این رفرنسات برمیخورد. به این دلیل هست که ما برمیگردیم به دیگران، به اونهایی که در حقیقت در یک موضوع خاصی تحقیق کردن، نظری دارن، انواع اقسام دارن، نه تنها با اونایی که دوستشون داریم و فکر کنیم درست میگن، حتی اونایی که نادرست میگن ما رفرانس میدیم، ما میریم نگاه میکنیم بهشون و تحقیق علمی میکنیم راجب بحث بحرانی هم که عرض کردم. من اصلا صحبت رفرانس هم به ریکاردو بود، ریکاردو ما ریکاردی هم نیستیم، ریکاردو بود به دیگران، حتی اسمیت بتونیم صحبت کنیم وقت نشد. ولی هم اینو بگم که آدم رو به اصطلاح بیان من کوب بکنم که مثلا اسم ماکسیمیلیان لنین مگر اینجا سانسوره که ما اسم رو نگاریم، سانسور هست اگه بگید تو بگید نه کجور سانسوره، آمول سانسوره که نمیتونه بکنید. یکی دوم این که اگر از این لغات افرادی بدشون میاد، این کلمات بدشون میاد، نمیدونم دیگه آنها کنه یعنی کاری با نمیدونم فلان کس کرده باشه، نمیدونم تو خواه نمیدونم کرده باشه، برش که خب بگی که ما نگیم برای بس اینه که ما یک حقیقت رو میخوام فرموله بکنیم. سفون نقطه آخر ارز میکنم بیشتی چون صحبت آیه گفتید آبودم، من آیه واره یه چیز نخوندم، من اولین باری که فرض من دیگه آیه ها میخونی از یک 50 سال کار کردم توی مسائل انواع اقسام تو کنفرانس های بین المللی، هیچی حتی جمهوری اسلامی نمیده من دیگه اون زمان شما نمیگفتن آیه واره کار میکنیم. بنابراین خیلی برای مشکل هست، بنابراین این وضعیت هست که ما حقایقی رو جلو چشمون از کردم میبینیم، این حقایق رو خوب نه این کار نمیتونیم بکنیم، بر اساس این حقایق هست، این داده ها هست، اینایی که ملموس هست جلو چشمون، میخوام بریم اون چیزایی که ناملموس هست رو ببینیم. مثلا متد دیگه بر خودم میتونیم که باید بکنیم، همطور که انشتر هم کرده، همطور که دیگه من هم کردن، حالا فقط هم اون نیست چون من اطلاع از یه مقدار از استروفیزیک این حرفایی تو اندازه دارم، این دلیل میگم ما چیزایی که نمیدارم، ولی منظورم اینه دیگران هم میکنن، ملموس رو نگاه میکنیم از بسیار میریم که از غیر ملموس رو بفهمیم، اون چیزی که میفهمیم همین رو تکرار بکنیم که خود همان بویی میشه. بنابراین من میخواستم استدعا رو کنم که از این نکات، از این جور خود همان گویان نکنیم، بذارید خلاق با هم رفتار کنیم، یعنی فرضی داشت میخواد چپ باشه چپ باشه، من خیلی مثلا نیست که بزن راستم یه حرفی بزن نه، این مثلا این هست که فرد بیاد مثلا به فرد بگه آیوار نادرست میگه، خواهش میکنم در کنید. میکروفون برای شما آگرا سورای عزیز. مرسی پرواز عزیز و با تشکر از کسانی که سخنرانی کردن، بکنم صدام باشه. من پیش از این که صحبت اصلی مدرات با مسئله بحران شروع کنم، یه جواب کوتاهی به امیدیار میدم. کلن به نظر من این فرد دفاع از سرمایه‌داری میکنه و حتی میگه که سرمایه‌داری کلن تونسته بر بحرانها فائق بشه و هیچ مشکلی نیست در کشورهای سرمایه‌داری. من به آمارهایی میپردازم که کشورهای سرمایه‌داری از حل بحران و از معضلات و مشکلاتی که در این کشورها هست مثل بیکاری و نابرابری و کلن استثمار و اینا، در حال من در این رابطه صحبت میکنم، ولی پیش از این که به این آمارها بپردازم یه مسئله را صحبت کرد در رابطه با راه رشد غیر سرمایه‌داری. به نظر من کاملا نادرست و انحرافی بود. فکر کنم این فرد از کلن این تز راه رشد غیر سرمایه‌داری اطلاعی نداره و معلوماتش کمه، چون که این تز بر نمیگرده به لنین، این تز یه تز ریویزیونیستیه که تز نظر اساسی در نظرات مارکس و انگلس و لنین بود و فکر کنم یا گورباچوف یا خروشچوف بود که در این رابطه این تز رو مطرح کرد. و این هم این تز هم نه اون چیزی که امیدیار گفت، این تز مربوط به این برمیگرده که خرده بورژوازی میتونه قدرت رو به دست بگیره، یعنی نه پرولتاریا و نه بورژوازی بلکه خرده بورژوازی، و نمونه مصر و لیبی و اینا را
میارن این تست که همون رای رشد غیر سرمایداریه و هیچ ربطی به نظرات لنین نداره. و لنین صراحتا میگه که انقلاب اجتماعی از طریق طبقه کارگر به پیروزی میرسه، از طریق قهر، از طریق انقلاب اجتماعی، نه از طریق رای رشد غیر سرمایداری و یا نه از طریق خرد بورژوازی. لنین هیچ جا اینو نگفته و این یک تحریف کامل ناشکاره. و اما برگردیم به مسئله سرمایداری. بیش از 800 میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج میبرند. در کنفرانس خاربار و کشاورزی سازمان ملل گفته شده که در جهان هنوز 705 میلیون نفر از گرسنگی رنج میبرند و حدود یک سوم از مواد غذای تولید شده به دست مصرف کنندگان نمیرسد یا به هدر میرود. این همون جهان سرمایداریه که امثال امیدیار به اینا دل بستن. به گزارش بی بی سی، دولت انگلیس میگوید نزدیک به 13 هزار نفر در این کشور قربانی بردهداری مدرن هستند. این آمار شامل کارگران اجباری در مزارع و کارخانه ها می شود. نه پروازان، مسئله بر خود شخصی نیست، این واقعیت نظام سرمایداریه. من دارم در رابطه با نظام سرمایداری و بحث اصلیش صحبت می کنم و دوباره این بحث رو رفت میدم به مسئله بحران، که این آمار به خاطر این میارم که دقیق باشه که جهان سرمایه‌داری چه وضعیتی داره و در چه وضعیت وحشتناکی برای کارگران و زحمت کشان و زنان هست. و در این حال گروهی از مستخدمان، زنان تنفروش و کودکانی که مورد بهره برداری جنسی قرار میگیرن. و به گزارش هرانا به نقل از رادیو فردا به نوشته سایت انگلیسی زبان هافینگتون پست که از سوی فروم جهانی اقتصادی منتشر شده، شاخصانی چون فرصت کار برابر، امکان برخورداری از بهداشت و بیمه، امکان تحصیل و بررسی حضور سیاسی در میان مردان و زنان را در 167 کشور بررسی کرده و در این گزارش که به هر حال مفصله به کودکانی اشاره میکنه که مجبور میشن کار کنن و مردانی که به دلیل بدهی‌های خود نمیتونن از کارشون استعفا بدن و تن به هر کاری میدن و زنانی که به عنوان کارگر خانگی مشغول کار هستن. و در رابطه با کلن کشورهای اروپایی، فرانسه یکی از بدترین شرایطو داره. از سال 2001 تا 2013 خانه های فقر و بی سرپناهی 50% افزایش یافته و 161 هزار نفر خیابان خواب و 2,800,000 نفر دارای مسکن نامناسبن. در کشورهای بزرگی مثل لندن در اروپا 124% جمعیت در خطر فقر و یا محرومیت اجتماعی قرار دارن. از این تعداد 27% شامل کودکان، بیش از 20% افراد بالای 60 سال و 9% شامل کسانی میشد که حتی شغلی دارن اما از مسکن نامناسب رنج میبرن. بیکاری در یونان به گزارش یورو نیوز به 28% جمعیت فعال کشور رسید. این بیکاری و از هر 10 جوان 15 تا 24 ساله 6 نفر بیکارن. 32% زنان این کشور بیکار هستن. و من به این مسئله بحران دوباره میرسم که همه این وضعیت هایی که وجود داره که حالا اشاره کردم و دوباره اشاره می کنم همش ذات نظام سرمایه داریه. نیمی از ثروت جهان در دست 1% طبق گزارش بنیاد اکسفام در حالی است که فقر و گرسنگی هر روز موجب مرگ هزاران نفر می گردد. تقریبا نیمی از ثروت جهان در دست 1% ثروتمندان دنیا قرار دارد. اکسفام یکی از بزرگترین گروه های بین المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی به عدالتی متشکل از 17 سازمان در بیش از 90 کشور دنیا اعلام کرد که این 1% 110 تریلیون دلار را در اختیار دارد. یعنی اینا وضعیت واقعی جامعه سرمایه‌داریه و جامعه سرمایه‌داری کلن با بحران، با بیکاری و با فقر میلیونی کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست رو بروز. و خود این آماری که اشاره کردن به طور واقعی خودش این مسائل دامنگیر جامعه سرمایه‌داری میشه. یعنی این بیکاری های میلیونی که اشاره کردم در کشورهای اتحادیه اروپا
خب این کارگرانی که بیکار میشن مبارزه میکنن، همینطور در بیکار نمی نشینن که دوباره بیکار بشن، و مبارزات هم در کشورهای اروپایی ادامه داشته، جریان داره. مگه در فرانسه یه بار 3 میلیون نفر به خیابان ریختن، و در یونان، در کشورهای ایتالیا تظاهرات چند هزار نفری و چند صد هزار نفری شد برای مقابله با نظام موجود. و همه اینا نشان از این داره که طبقه کارگر و مردم کلن کشورهای اروپایی و امریکا و کشورهای دیگه، کشورهای غربی، نسبت به وجود سرمایه‌داری یعنی کلن ناامید شدن از این نظام به طور واقعی، و این نظام ما نمیخوان. نفرت عمومی وجود داره. همین جنبش 99% به نام وال استریت به طور واقعی نشون داد که مردم اعتراض میکنن. 1% دنیا تمام ثروت دنیا در اختیار داره، 99% از این ثروت بی بهره هستن. خوب تکلیف چیه؟ مبارزه، دیکتاتوری پرولتاریا. آره، زنده باد دیکتاتوری پرولتاریا. باید طبقه کارگر از طریق انقلاب اجتماعی سرمایه‌داری را سرنگون کنه. این تنها آلترناتیو به نظر من در دنیای واقعی. هیچ آلترناتیو دیگه وجود نداره، یا کمونیسم یا بربریت. به طور مشخص کسانی که به طرحهای لیبرالی دل میبندن و کسانی که فکر میکنن سوسیال دموکراسی امیدشونه و میتونه اونا را از این وضعیت نجات داده، همین سوسیال دموکراسی در اروپا حاکمه. چه غلطی کرده؟ چه کار کرده برای طبقه کارگر؟ و طبقه کارگر بیشتر و بیشتر استثمار میشه و نابرابری بیشتر میشه بین طبقات اجتماعی. من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، فکر کنم نوبتم تموم شد. مرسی. آگراسوره عزیز، خیلی ممنون. در ضمن تلفظ منو تصحیح کنین اگر اشتباه میگم. در اینجا باز من از سیروس عزیز میخوام، اگر مایلین که صحبتی داشته باشین بفرمایید. دلی جان نفر بعدی هستن. اگر دوستان مایلین که نوبت بگیرین، لطف کنین این کار رو انجام بدین که بعد از اون دیگه کم کم بحث و خاتمه خواهیم داد، و اگر کسی در نوبت نباشه و بار دیگه شاید باز از سیروس عزیز دعوت کنیم که تشریف بیارن. بفرمایید سیروس عزیز. من فقط یک نکته کوچک میخوام بگم. بسیار بسیار خوشحالم که این رفیق نکاتی رو که اهمیت به سزا داشت، که بازتابی از همین شکاف عمیق طبقاتی عظیم که دنیا هست، این آمارهایی هم که ایشون دادن دقیقه، من اینا چک کردم، بیشتر از اینها هم وجود داره آمارها که اغلب ما میدونیم. 77 میلیون نفر در هند آب ندارن، آب آشامیدنی ندارن. اما هند رو که اینا به صورت شوکست و بدازش میکنن. حضورتون که عرض کنم نزدیک 1 میلیارد و 1 دهم کار درست حسابی تو دنیا ندارن، یعنی کار پارتایمه. پارتایمه به این معنا نیمه وقت، که یه روز میاد یه روز نیست، یه روز اصلا هیچ کارداری وجود نداره، که خیابون با میسته کار میگیره. 1 میلیارد و 1 دهم در حدود 900 هزار نفر از مردم دنیا اصلا بیکارند، حتی در هفته یک روز هم کار نمی کنند. این وضعیت دنیا هست. و من نمیدونم اون رفیق عزیز، دوست گرامی، تو کدوم شهر زندگی میکنه، تو کدوم به اصطلاح محیط هست، اونجا کجاست، اون کدوم بابل هست، کدوم وضعیت هست، این چیزا رو نمیدونه. خیلی متشکرم. خیلی ممنون سیروس عزیز، خیلی متشکرم. در اینجا من میکروفون رو به الی جان میدم و از دوستان میخوام که اگر مایل هستن به سایت گفتمان هم مراجعه کنن. فیسبوک سیروس بینای عزیز هست، در اونجا درس گفتارهای نقد اقتصاد سیاسی که از طرف گروه پروسه تهیه شده، یعنی ایشون صحبت کردن و به این صورت یوتیوب در آوردن، و همینطور با همکاری شورای بهرنگ میتونن ترجمه کنن و ببینن فیسبوکشون رو با اطلاعات زیادی که اونجا هست. الی جان بفرمایید، میکروفون برای شما. صدای منو میشنوین؟ یه دو بزنین ممنون میشم، یعنی صدا میاد. زنده باشین، سلام مجدد، خسته نباشید به همتون.
با تشکر از ادمین اتاق سخنران گرامی دکتر سیروس بینا، میخواستم از کلام رفیقم استفاده کنم، گفتم شاید یه دفعه به سوی تفاهم پیش بیاد. در شاید رفقا خسته نباشن، رفیق اگرای عزیزم واقعا خسته نباشین، همتون خسته نباشید. من نظرم همچنان بر جوهر تعریفی است که مارکس و لنین به طور مشخص از وضعیت به اصطلاح اقتصادی بورژوازی جهانی تا حد امپریالیزم جهانی، امپریالیزم یعنی همون امپراتوری، امپراتوری به مفهوم جهانی یه چیز واضح است و امروز ما نگاهمون از تعریف اقتصاد بورژوازی امپراتوری جهانی. همونطوری که تو سوالم بود که وقتی صحبت از اقتصاد ملی میکنه، اینجا داخل پرانتز باز بکنم، وقتی صحبت از اقتصاد ملی کردیم که این دوستان من نوشت که ملی ناسیون و فلان، نه عزیز به اون مفهوم نیست. یعنی دوران ناسیونالیزم به عنوان ملتگرایی اصلا بحث از سر ملی، ملی به مفهوم همگانی. مثل مثلا فرض بگیریم که یه چیزایی تو ادبیات و ایرانی زیاده که شرکت ملی نفت ایران، نمیدونم رادیو تلویزیون ملی ایران، این چیزا رو اختصاص میدن که عمومی مردمی. وقتی بعد اقتصاد ملی میکنیم عمدتا تو این چارچوبه. من سوالم بر این بود که اقتصاد ملی رو وقتی صحبت میکنیم، نیروی اجرا کننده این اقتصاد ملی باید دولت ملی باشه که حاکم در اون مملکت. وقتی صحبت از اقتصاد جهانی میکنیم، پس باید نیروی اجرا کننده اینم دولت جهانی باشه. چیزی حالا ادبیات شاید جدیده، من اصلا چیزی ندارم. و ضمن تشکر، واقعا تشکر از دکتر سیروس بینا، بس خیلی سنگین خیلی بالا و چقدر این رفیق عزیز من توی این دوره رو توی این تعریفشو خیلی چقدر اون کلید این بحث رو به ما ارائه داد. من واقعیتش بخوای نزدیک به 30 تا سوال و برداشتم نوشتم تو امر تولی، تو تقسیم کار، توی رشد تکنولوژی، توی دوران تاریخی و این. ولی من جو که نخواستم وقت جلسه رو بگیرم و نخواستم ایشونم خسته بکنم زیاد، به همون چند تا چیزشم تا اهمیت این مسئله که مطرح میکنم در اینه که این اقتصاد جهانی که در واقع هنوز تثبیت نشه، در تلاش این هستن که دولت اجراییش هم در واقع جهانی باشه. بازوی این دولت اجرایی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی از سال 1980 عملا داره کار میکنه. و همونطوری هم که باز تو سوال هم مطرح بود، ما شاهد فروپاشیه کشورهایی بودیم که از طریق به اصطلاح این اقتصاد جهانی، اصلا چندین کشور مثلا در اوست در شرق آسیا ما شاهدش هستیم که در این سیستم اقتصاد جهانی عملا کل ملت دولت اون مناطق ورشکست شدن. در آرژانتین هم این قضیه رو داریم میبینیم. حالا این متد به چه شکلی صورت میگیره؟ این مباحث متاسفانه ما نمیتونیم از حضور رفقای مثل دکتر سینای بینا، سیروس بینا استفاده بکنیم که این مسائل رو بهتر به شکل آکادمی چون روزمره باهاش سر و کار دارن ارائه بدن. ولی من افتخار داشتم جلالتن مقاله سیروس بینا عزیزم در رابطه با مسئله نفت بلای جون ما، اگه درست میگم دکتر جان بگید، اشاره داشتید که نه خیر، نفت بلای جون نیست اگر به اصطلاح درست ازش استفاده بشه، خارج از دولت‌های مرتجعی که در منطقه است. ببینید ما تو بحران جهان سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم، ولی همونطوری که میدونید سرمایه‌داران سرمایه هاشون نجومی تر میشه. دوستانی اون دوستانی که میان یه نگاهی به این قضیه بکنن. بعد از طرف دیگه هم که میبینیم مردم روز به روز فقیرتر میشن. فقط فقر مردم نیست، دخالت در امور سرنوشت خودشون غیر دموکراتیک تر داره میشه. از این زبان ساده تر من ندارم که به سهم خودم راجع به این قضیه صحبت بکنم. شما نگاه بکنین، یه مثال هم نیست، این واقعیته. شرکتی در آلمان شرقی از طریق آمریکا زده میشه، شرکت جنرال موتورز 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه. این بچه یعنی چی؟ بعد در کنارش 24 شرکت صنعتی کالیفرنیا در لس آنجلس تخلیه میشه، منتقل میشه به کشورهایی مثل مکزیک، مثل آلمان شرقی، مثل آرژانتین، مثل کشورهای جنوب شرقی آسیا، مثل همین ایران خودمون همین الان. حالا نتیجه این قضیه رو نگاه بکنیم که چی میشه.
نتیجهش این میشه که چرا اون ثروت ها نجومی میشه برای ثروتمندان؟ برای اینکه بخشی از سود از طریق ارزش اضافه دکتر سینامش اضافه کرد. در مکزیک کارگر مکزیکی که امروز شرکت جنرال موتور درش مستقر میشه تحت نام قرارداد نفت و گات و فلان از این داستان ها، روزانه $5 میگیره، ولی در آمریکا روزانه $100 حداقل دستمزد کارگر. رسما اعلام میکنن در شمال اروپا من جمله آلمان، آلمان و کشورهای اتریش، ایتالیا و بسیار اینا، کارگران نازنازی شده برای اینکه اتحادیه قوی کارگری دارن و دستمزد و حقوقشون رو با بازنشستگی و حق بیکاریشون رو فلان میگیرن. و این شرکت ها در فرانسه به طور مشخص، ببینید نگاه بکنید که چجوری یک شبه نظریات مارکس رو خوب توجه بکنید بشه وقت به این هم من میپردم این قضیه، شرکت های اتومبیل‌رانی صنعتی چجوری به شکل خفت بارش نمایندگانش با نمایندگان دولتش 200 نفر جلوی نهلنگ روحانی صف میشه که بتونن این کارخونه های صنعتی رو، یعنی کشورهای جهان سومی رو که روزی که نظراتی که مارکس ارائه میداد به لحاظ به اصطلاح این وضعیت به اصطلاح جهانی شدن سرمایه و لنین بهش اشاره میکنه، میبرن در کشوری مثل ایران فقط به خاطر چی؟ دستمزد کمتر، مواد خام ارزونتر، و اونجا تولید میشه و این برمیگرده میاد توی کشوری مثل فرانسه، مثل اروپا. مرسدس بنز که یه موقعی به قولی که دوستانی که اینجا نوشت افتخار ناسیون آلمان بود، امروزه 99.9% مرسدس در خارج از کشور تولید میشه و وارد اروپا، وارد آلمان میشه و پخش میشه به تمام دنیا، و 99.9% اجناسی که بسته‌بندی میشه که یه ماشین مرسدس تولیداتی است که در چین صورت میگیره. به همین راحتی، به همین راحتی که براتون مثال میزنم، در حینی که بحران جهان سرمایه‌داری حاکمه، ثروت سرمایه‌داران نجومی میشه، به همون نسبت فقر و بیحقوقی و غیر دموکراتیک شدن اکثریت مردم در تمامی کشورهای جهان روز به روز کمتر میشه. حالا وقتی که از دوستان ما میگه آلترناتیو این قضیه سوسیالیسمه، آخه سوسیالیسم که چیزی شاخ و دام دار نیست که، آیه قرآنی و نمیدونم یقه خدا پیغمبر نیست که اون بالا بگیری بکش پایین به بعضی ها بر بخورن که. این سیستم روند علمی اجتماعی است، روند رشد جامعه است. یعنی همونطوری که ما سرمایه های نجومی سرمایه داران شاهدش هستیم و اینو میتونید دنبال بکنید، و همونطوری که بخش وسیعی از بورژواها ورشکست شده، به قول دفعه اون سینام سیروس بینام دقیقا اشاره میکنن به صف پرولتاریا برمیگردم، این دقیقا صحبتی است که مارکس و لنین در این مورد هم میکنن، و به لحاظ عددی پرولتاریا رو به لحاظ کثرت کمیت بیشتر میکنه، به همون نسبت ثروت اجتماعی در دست اقلیتی از سرمایه‌دار قرار میگیره، و این تضاد به اصطلاح آشتی ناپذیر، حالا به چه دوران تا چه زمانی بخواد طول بکشه، اگه نظرات خود مارکس رو میخواین بدونید میگه چه میدونم زایمان 1000 ساله، برای اینکه این شرایط به فعل و انفعالات و همطوری که بازم اشاره شد بهش که باید باش مبارزه کرد، باید جنگید براش، و هر چقدر سریعتر این سیستم نابرابر اجتماعی رو در سر را برده با آیه و قرآن و نماز و روزه و اینا امکان پذیر نیست. و همونطوری که سرمایه داری جهانی داره میشه، نیروی اجرایی این جهانی شدن سرمایه هم دولت جهانی هست که نیروی اجرایی این دولت جهانی بانک جهانی و پول صندوق بین‌المللی سازمان تجارت جهانی و از طریق این چیزا هست، همینطور هم این نیروی جهانی سازمان یافته در مقابل این جریان باید به سازماندهی تشکل خودش بده بپرزه و خودشون آماده بکنه. بله یه دقیقتون دیدم، زنده باشید، متشکل بکنه در مقابل این وضعیت و اوضاعی که حاکمه. منطقه من بر سر یه سوال همو که واقعیتش اهمیت داره، بعضی دوستان رو واقعا تو صحبتشون مطرح کرده، از رفیق سیرز بینام میخوام که واقعیتش بخواید همونطوری که هم به درستی اشاره کردی وضعیت فعلی رو
با این چیز هستیم. البته همونطوری که میدونید بخشی از این بحران عظیم هم که صحبت شما در سطح تراکم تولید بود واقعیت چه بخواید، و در کنارشون سرمایه های به اصطلاح مالی که از طریق اوراق بهادر یا مثلا همون مسئله بدهکاری کردن مردم از طریق عمدتا سرمایه‌گذاری در خانه سازی که در سراسر جهان صورت میگیره و این اوراق خانه ها رو بدون اینکه سرمایه پشتش باشه بین بانک ها رد و بدل شد که اون ورشکستگی اوضاع رو به وجود آورد تا حدی که ما شاهد فروپاشی اقتصادی خیلی از کشورها من جمله بانک ها بودیم که باز به نوعی سرمایه داران به این اونا کمک کردن، زیرا که ورشکستگی در واقع این سرمایه داری مالی کل مسئله سرمایه رو به خطر مینداخت و اینا. این اوضاع رو اگر ممکنه یه تعریف مشخصی ازش رفیق دکتر سیروس بینا بدن. و واقعیتش اینه که وضعیت برون رفت شجالتا از این اوضاع چیه؟ رفیق مون که از اونجایی که کار آکادمیک مگنه، یعنی قسم کار آکادمیک نیست که مباحث روز روشن شما رو مثلا بخوام ساعت شو احیانا زبون املال پایین بیارم، قسم اینه که چون روزانه شما بنابر وظیفه شغلی هم که دارید این مسئله دنبال میکنید اینا، این اوضاع رو بالاخره این آلترناتیو در مقابل این وضع این اوضاع چطور میبینید؟ یعنی با گفتن مثلا اینکه سوسیالیسم در واقع تنها آلترناتیو این مسئله هستش آیا کافیه، یا اینکه باید تاکتیکایی توی این زمینه یا مباحث همطور روشنی تو این زمینه داشته باشیم که بتونیم مثلا هلوهوش سوسیالیسم سازمان بدیم این قضیه رو؟ زنده باشید، مایکو براتون برمیگردونم، پایدار باشید که هر جایی که هستید. با تشکر از ادمین اتاق و با تشکر از دکتر سیروس بینا، زنده باشید هر جایی که هستید، مایک براتون.